بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های نهایت محترم و گرامی، باز هم خوش آمدین. برنامه تاریخ و خاطره های نهضت اسلامی هست و مهمان عزیز ما جناب استاد پیرزاده صاحب تشریف آوردن. با جناب پیرزاده صاحب خوش آمدید میگیم. استاد خوش آمد باشین. خوش باشین. بیننده های عزیز، در برنامه گذشته راجع به زندگی شخصی استاد صحبت هایی داشتیم و آمده بودیم به نوشتن کتاب هایی که در مورد تاریخ نهضت اینها نوشتن، و میخوایم از استاد پرسان بکنیم که استاد محترم چی اندازه کتاب هایی در قسمت نهضت نوشتین که تا حال زیور طبعه را گرفته و در خدمت هموطنان ما قرار داره؟ خدمت شما عرض کنم که تا حال ما تقریبا 8 جلد که همین 50 سال اخیر در او تاریخ اخیر معاصر کشور داره توضیح داده شده و بیشترش روی نهضت کار شده. 8 جلد کتاب نوشته شده و فعلا سر جلد نهمش کار میکنیم. میشه استاد امی کتاب رو یک اگر معرفی بکنین که جلد اول و دو و سه و چهارش در چی موضوعاتی بودن؟ جلد اول کتاب ما از بنامه تاریخ سیاسی افغانستان معاصر، کودتای 26 سرطان و جمهوریت داوود خان، که کتاب در 11 فصل نوشته شده و در 488 صفحه این ابتدا در سال 89 چاپ شده، اولین چاپش، و تقریبا تا جایی که من اطلاع دارم 6-7 بار چاپ شده، هم در پشاور، هم در تهران، هم در کابل تجدید چاپ شده. بحث میوری کتاب کدام قضایا هست؟ در این کتاب فشار عمده، بحث عمده روی کودتای 26 سرطان سال 1352 است و به خاطر از این ریاضی زیادتر تاکید صورت گرفته که عامل اصلی تمام مصائب و بدبختی های امروزی افغانستان از همین نقطه، اگرچه از قبل هم بوده، کشور ما کشور مشکلات زیاد داشته، نابسامانی های زیاد داشته، ولی به نظر ما تا جایی که ما تحقیق کردیم و خبرنگارای منصف هم که در کتاب های خود نوشتن، عامل اصلی تمام مصائب، تمام بدبختی های فعلی که ما و شما امروز تا امروز هم دامنش ادامه داره، از همین نقطه شروع میشه و 26 سرطان نقطه مقابل نهضت بوده. یعنی عاملی بوده که خواسته که جلو نهضت اسلامی رو بگیره. نظر به تجارب عینی که مدارم به عینیت به چشم سرم دیدیم، به یاد دارم، به خاطر دارم بسیار به خوبی، و نظر به مطالعاتم که کردیم، تحقیق کردیم، پژوهشم که کردیم، اگر کودتای 26 سرطان صورت نمی گرفت، کشور ما و شما به هیچ وجه به این مشکلات و مصائب امروزی مواجه نمی بود. و علت وقوع کودتای 26 سرطان سال 1352 و ظاهراً به رهبری سردار داوود خانی بود که جلب رشد نهضت اسلامی رو بگیره. چرا نهضت اسلامی که در اواخر دهه 40 بنیانگذاری شده بود، بسیار به سریع و سرعت رو به رشد بود، رو به انکشاف بود، رو به گسترش بود، نه تنها در کابل بلکه در تمام مراکز تعلیمی و آموزشی و کشور، مراکز دینی، مراکز علمی. این روسا از این مسئله به نظر من مطالعات کردیم و نوشتاری کردیم، اسناد را که به دست آوردیم، از این جریان سخت نگران بودن و به این فکر افتیدن که اگر این وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، قدرت خواهی نخواهی
خب این آقایی چی که مطلقاً از نظر من به صورت بسیار مسلمت آمیز به نهضت اسلامی تعلق میگیره، البته بدون خونریزی، بدون غصب، به صورت مسلمت آمیز. خب انشاءالله در رابطه با پیشگیری کرده باشن بازی کودتا را رابطه با این قضایا به تفصیل انشاءالله صحبت کنیم. این چی شده واسه اصلا تصادف، من قبلا گفتم که بازی اول مطالب شما آمده شدی چاپ کردیم، به خاطر اول چی شد چاپ دومش و جلد دوم که است تاریخ، این تاریخ به تحت عنوان تاریخ سیاسی افغانستان معاصر است، وضعیت زندان ها و زندانیان سیاسی در رژیم کمونیستی نور محمد ترکی. این وضعیت زندان های که در زمان ترکی بوده و زندانیان که زندگی میکرده به چه شکل بوده، بخصوص زندان پلچرخی را، این روی از امون بحث بسیار تفصیلی انجام دادیم و یک لیست تقریبا 4000 نفریم که از زندانی ها چند سال قبل چی شده، این کتاب درج شده با مشخصاتش. این کتاب در 5 بخش یا 5 فصل چی شده و نام اکثریت کسایی که در سالهای 1357-1358 اعدام شدن در این کتاب گنجانیده شده، شرح حالشان و نامشان روی از این بحث شده. جلد شماره 3 راجع به سرگذشت نور محمد ترکی است. این را به خاطر از این روش زیادتر تأکید شده که او نقش اونبر در حزب دموکراتیک، یعنی نخستین حزب کمونیستی افغانستان بر عهده داشت. وطندارتان هم بوده؟ وطندار هم بوده. ولی اونا هم از غزنی بودن، از بخار غزنی بودن. این روی سرگذشت از این که چطور بسیار به تفصیل که در کجا تولد شده، چطور رشد کرده، چطور به مارکسیزم گرویده، خانوادهش به چه شکل بوده، ریاضی بس صورت گرفته و این تقریبا به 168 صفحه چاپ شده. البته این هم چند نفر چاپ شده، این چاپش چاپ انتشارات سعید است که در کابل است. چه این هم در تهران و پشاور و کابل چندین بار چاپ شده. و جلد چهارم نهضت اسلامی افغانستان است که از بعد به تأسیسش است تا زمان پایان حکومت ترکی. یه به تفصیل رویش بحث شده. البته این جلد چار در 4 فصل است و 686 صفحه که روی از این بحث شده که نهضت اسلامی چطور به وجود آمد، چرا به وجود آمد، کی به وجود آمد، توسط چه کسایی به وجود آمد، چه عوامل باعث شد که نهضت اسلامی به وجود بیاید و بعضی مطالب غلط و نادرستی که دشمن ها پخش کردن که نهضت اسلامی از بیرون آمده و از خارج درس کرده، اینا ای با اسناد در این کتاب رد شده. نهضت اسلامی افغانستان یک نهضت سوچه بودن، البته بی ارتباط نبوده با نهضت های دیگه دنیایی. خب مسلمان ها همه با هم ارتباط دارن، مسلمانی که در مصر زندگی میکنه و مسلمانی که در افغانستان است از نظر ایدئولوژیکی چیز دارن، نهضت هم به می شکل است. منتها نهضت ما خودش یک نهضت سوچه بوده که یک نهضت سوچه مسلمانی افغانی بوده که در همینجا شکل گرفته و ایتو نبوده که کدام متأثر مثل که حزب کمونیست دموکراتیک خلق او از توسط حزب کمونیست شوروی ایجاد شده بود. نهضت ما را کدام حزب خارجی اسلامی که در کشورهای دیگه اسلامی بوده باشه او پایه‌گذاری کرده باشه یا از این چیز گرفته باشه. یه خودش سوچه افغانی است در افغانستان به وجود آمده. بسیار. جلد 5 تاریخ سیاسی افغانستان، عذاب جاری افغانستان است. بسیار. که تقریبا در 14 فصل است و 534 صفحه. در این کتاب تمام عذاب جهادی چی کوچک بوده چی بزرگ بوده، چه عذابی که در خارج بده، چه عذابی که در داخل بده، اینا از زمان شکلگیریشان و مبارزاتشان و عملکردهایشان، رهبرانشان، فرماندهانشان، نویسندگانشان، نخبگانشان، همه ایشان در این کتاب مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بسیار بسیار. کتاب شماره 6
تحت عنوان راهگشایان نفوذ کمونیسم از سلطه روسها در افغانستان است، که این کتاب هم قبل از اینکه حزب دموکراتیک خلق به وجود بیه، کسایی را که اونا در به وجود آوردن حزب دموکراتیک خلق در افغانستان نقش داشتن و در آوردن مکتب بی خدایی کمونیسم در این کشور سهم داشتن، چی آگاهانه چه غیر آگاهانه، اونمو شخصیت ها اینجا مورد معرفی شدن، افکارشان هم معرفی شدن هم افکارشان مورد تجزیه و خیلی جالب تحلیل قرار گرفته، که ایره بسیاری مردم به خبر از بسیاری بله فکر آمد میکنه که کمونیسم همی حزب دموکراتیک خلق در حالی که زمینه بسیار سابقه داره این شخصیت ها در اینجا معرفی شدن. و شماره هفتم کودتای خونین هفت ثور است و رژیم کمونیستی ترکی تا پایانش تا زمانی که سقوط میکنه و هشت شم همچنان خواه اردوش اردوش که این اردوش در حدود 13 فصل و 1232 صفحه مستند که کودتای ثور چه رقم به وقوع پیوست، چرا به وقوع پیوست و در کدام مقطع زمانی به وقوع پیوست، چه عواملی بود، آیا بی کودتا کودتای افغان ها بود یا کودتای روس ها بود، اینا سر از این مسائل بحث شده تفصیلی و مستند، البته با استناد یک بحث تفصیلی شده و ضمناً اقدامات را که بعد از کودتای ثور صورت گرفت به اصطلاح برنامه و پروگرامه را که حزب دموکراتیک خلق انجام داد که تا امروز ما شما مصائبش هم میبینیم و مشکلات ناشی از او فعلا دامنگیر افغانستان است، اینا همه که مورد تحلیل و تجزیه و بررسی قرار گرفت. خیلی خوب، یک وقفه کوتاه داریم انشاءالله، بعدا باز برمیگردیم. دوستان عزیز، باز هم خوش آمدین. برنامه تاریخ و خاطره های نهضت اسلامی افغانستان است و مهمان ما استاد معظم محترم پیرزاده صاحب هستند. راجع به کتاب هایی که اینها نوشتن صحبت های داشتیم. استاد، بعد از اینکه کتاب ها چاپ شد چه احساسی داشتین و دارین و استقبال مردم از این نوشته ها و کتاب ها چی طور است؟ البته احساسی که احساس بسیار خوب بود و احساس خوب است، برای من مایه افتخار است. یکی از دوستان میگفت کتاب مثل یک اولاد آمده ماریس، مثل یک اولاد صالح واریس، که هر کس از او ممتوره که اولاد صدقه جاریه می باشه، چی در زندگی انسان چی بعد از زندگی انسان، کتاب هم به مو شکل است. من احساس بسیار نیک داشتم، احساس بسیار خوش داشتم، ولی با بسیار در نوشتنشان بسیار زحمات زیاد را متحمل شده، به خاطر که منابع مؤاخذ کم بود یکی و دیگر متاسفانه به خصوص در قسمت نهضت اسلامی افغانستان شخصیت های بزرگی که در نهضت بودن هر کدام یک نظر خاص خودش داشتن، قضایا را به اساس دیدگاه خودشان شرح می دادن و یه خاطر برای من بسیار مشکل بود و من کوشش کردم که موقعی خزلا ولای گفتارای زنا اگر بتانم استخراج کنم، که تقریبا نزوی تانستیم همی کار را بکنم و موقعی برای نسل امروزی بیان کنم که نظرت به چه شکل به وجود آمد، کی به وجود آمد و چرا به وجود آمد. در قسمت منابع اشاره کردین، یکی خواهمی منابع است که از اعضای نهضت بوده و کسایی که در جهاد سهم داشتن و هنوز زنده هستن و خداوند حیات برشان نصیب بکنه، از منابعی که کمونستان اشته کردن از اونا هم استفاده کردین در کتاب ها؟ بله، من از همه منابع استفاده کردم، از منابع کمونستان استفاده کردیم، از منابع میلیگراهام استفاده کردیم، از منابع غربگراهام استفاده کردیم، حتی از منابع روسی استفاده کردیم. من تقریبا حدود دو دهه قبل، نزدیک به دو دهه قبل،
خواستم که برم به خاطر زمین به مسکو، که اگر بتانم از اینجا مطالب را که تاله شاید بعدا دفشا شد مطالبی که بوده اگر بتانم بعد از بیارم در سفارت روسیه در یک از کشورهای خارجی مراجعه کردم، اونا بسیار استقبال کردن. گفتم که من یک پروگرام دارم، یک برنامه دارم. میبخشید اونا در اول استقبال کردن، بعد باز من فهمیدم که نه، اونا هدف دیگه ای دارن. باز من از اون کار صرف نظر کردم، نخواستم برم. بسیار باز تاکیدم کردن، تماسم گرفتن که چرا شما نرفتین و نخواستین. من گفتم نه، من نظرم تغییر کردم، میخوام از این منابع استفاده کنم. البته استفاده از منابع کار بسیار دشوار بوده. اولی که در افغانستان ایت یک متاسفانه یک رواج بگیم، رسم بگیم، است که بسیاری افرادی که در جریان قضایا قرار داشته اینا حاضر نیستن که واقعیت ها را بگیم. فکر میکنن که البته به نفع به ضررشان شاید تمام شوه. ای تو کسایی بوده که من از او یک واقعه را گرفتیم، گفته نام ما را ذکر نکنی، این موضوع را در صورت برات بیان میکنی، واقعه را از ما یادآوری نکن، از ما یادآوری نکنی. در حالی که در دنیای دیگه به این شکل نیست. در دنیای دیگه بسیاری کسایی که در جریان های سیاسی بودن یا در مسائل حکومت داری بودن اینا، اونا خودشان نوشته کردن خاطرات خود. البته شاید سانسور هم کرده باشن بعضی مسائل اینا را، ولی نوشته کردن. در کشور ما نه، یک مشکلی بوده. مشکل دومی بوده که از بزرگای جهاد ما هر کدام نظر خودشان داشتن. مثلا من بارها شاید چندین بار با یک رهبر جهادی صحبت کردیم تا تانستیم امو هدف مطالبی که مورد نظر ما بوده، مورد هدف ما بوده، او را بگیرم. او مثل تپریکارتر بوده، اما او چیز خود گفته. مطالب خود بیان کرده. بالاخره ما از لا بلای گفته هایی تانستیم باز روی یک قضیه مثلا که واقع شده. این قضیه مثلا به طور مثال یک لوای بزرگ زمان ترکی سقوط کرد به نام لوای اسمار، که بسیار تجهیزات و امکانات بسیار وسیع داشت و بعد از مجاهدین مسلح شدن. درباره از هر کدام نظر خاص خودشان داشت. به مو خاطر ما برای ما یک مشکل بود که تا اینا رو تانستم از چند منبع بالاخره امرایشان صحبت کنم و یک موضوع را استخراج کنم و بگیرم و بازوره نوشته کنم. این مشکلات بوده. استاد همه کتاب ها به زبان دری نوشته شده یا پشتو یا زبان دیگه هم؟ همه از کتاب ها تاله مخ، چون زبان مادری و زبان فارسی دری است. بله ها. و زبان فارسی دری نوشته شده و متاسفانه تاله زبان پشتو کس ترجمه نکده. خدا کنه کس پیدا شده که اینا رو به زبان درون پشتو تجربه کنه و اگر شود از زبان خارجی دیگه هم از جمله زبان انگلیسی ترجمه شود که چی بهتر. یعنی شما برنامه ندارین خودتان شخصا؟ ما که همین کارم کردیم برام بسیار کار ماشاءالله در توانمندی من نبوده، ولی در مراجع معتبر من مثلا تونستم همین کتاب های مال فعلا مثلا در کتابخانه کنگرس ایالات متحده امریکا موجود است به می زبان، منتها به می زبان. در اون مراجع تانستیم که کتاب های خود برسانم، اما این که به اون زبان ها ترجمه شد، چون خود من وقت او را نداشتم بخواستم. از کسایی که در از ابتدای نهضت بودن چی کسای دیگه در قسمت تاریخ نهضت و رویدادهایی که رخ داده کتاب های نوشتن؟ متاسفانه که در یک قسمت معلومات خیلی کم است. برادر بزرگوار ما انجینر سبکمتیار یک چیزی نوشته کردن که از قدر تفصیلی نیست، مشهره نیست از نظر من، البته شاید از نظر خودشان چیز باشه. و یک کسی دیگه هم هست به نام آقای دانشمند از جمعیت اسلامی افغانستان، اونام نوشته کرده. و یک برادر دیگه هم هست اندیشمند اکرام، اندیشمند محمد اکرام اندیشمند. و یک برادر دیگه هم هست به نام آقای دکتر حلیم تنویر، هم نوشته کرده. و یک برادر دیگه هم هست که او فوت کرد، خدا رحمتش کنه، به نام دکتر نصری اخشناس، به نام دکتر اخشناس معروف اخشناس.
او هم نوشته کرده منتها اونا پراگنده است نوشتهاشان. ما کوشش کردیم که مطالب همونطور به طور زنجیروار و سلسلوار نوشته شود که و هر مقطع زمانی در یک جلد مورد چیز قرار بگیره، در باریز و تفصیلات داده شود، یعنی معرفی شود که برای خواننده یا برای کسی که مخاطب است آسان شود. اونا نوشته هاشون پراگنده است تقریبا یکی و گذشته از او بعضی چیزم مشکلات دیگه هم داشته، بعضی کتاب هاش من از چند در بسیار قدردانی میکنم، خداوند به اونا عجر بده، زحمت زیاد کشیده، ولی برخشان یک تعدادشان نقد نکردن، نظر خاص داشتن راشه به بعضی افراد نظر که من این چیز دوست ندارم. من کوشش کردم که نظر من در مورد صرف نظر از این که کدام برادر نظر و کدام رهبر بزرگوار چی کارهای خوبی کرده یا چی خدای نخواسته چی کارهای، هر انسان جایز و خطا است امکان در اشتباه سر بزنه، اینطور طرفداری خاص نکنیم از کسی خاصی که طرفداری کرده باشم که این خوب است به خاطر که من او رو خوش دارم، این نبوده. کوشش کردم همین چیزی که واقعیت بدم واقعیت درش کنم دیگه. متاسفانه منابع محدود بود، البته خارجی هم در این باره نوشته کردن، امریکا هم نوشته کرده، یک نویسنده معروف امریکایی به نام برادشر، از اون ما استفاده کردیم از منابعش. آنتونی آیمن یک نویسنده انگلیسی است که فوت کرده، فعلا زنده نیست، او هم چیز کرده. و از نویسنده داخلی کسی دیگه به نام کوشککی، آخرین وزیر رژیم دربار سلطنتی محمد ظاهر شاه بود، از کتاب های زیاد من استفاده کردیم، منابع زیاد استفاده شده، بسیار تقریبا 100 و چند منبع است که من اینجا ذکر کردم به کتاب ها که از منابع من استفاده کردیم، چی شفاهی بوده چی کتبی بوده که از آثارشان بود، آثارشان رو خواندیم یا به صورت شفاهی همراهشان مصاحبه داشتیم، اکثر شخصیت های بزرگ جهادی دولتی و حکومتی رو از نزدیک همراهشان صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، از اون طریق معلومات جمع آوری کردیم. باز شما اشاره کردین که در کانگرس امریکا هم کتاب ها رسیده، در کشور در افغانستان چی فکر میکنین به چه تعداد توزیع شده و به کدام جا به دسترسی مردم است، یا اگر مردم بخواهند که کتاب ها را به دست بیارن؟ من متاسفانه که در کتاب از نظر اصول ژورنالیسم دو، البته مسائل زیاد مهم است، دو مورد قابل تذکر و بسیار مهم است، یکی که کتاب تهیه شود، تألیف شود، تدوین شود و چاپ شود، این یک مرحله است، و مرحله دومش توزیع است که کتاب به دست کسی برسه که او دوستدار کتاب است، علاقه‌مند کتاب است. این که تألیف شود، تدوین شود، این مربوط ما بوده، ما وظیفه خود انجام دادیم، حالا این که به دست کی برسه این دیگه وظیفه من نیست، این وظیفه افرادی است که از مز برادر مسلمان هر کسی را که شناخت داشتیم امروش تماس گرفتیم، گفتیم شما حداقل کاری که کردم میتونه کتابای مرا انتشارات چاپ کرده، نه ما با پول شخصی خود چاپ نکردیم، انتشارات چاپ کرده، چی در داخل بده چی در خارج بده، حتی یک مقدار برای من یا کتاب داده، یک مقدار پولم داده در برابر به نام حق تألیف، ولی اینطوری که من خودم از پول خودی رو چاپ کرده باشم و کارا نکردیم، و امید من است که هر کسی که در نهضت اسلامی بوده و هر کسی که به یک کشور علاقه داره، امیدوار هستم که این کتاب ها را خودشان مطالعه کنند، کسایی که متمول هستن توانمندی دارن اینا را بگیرن به مراکز علمی مثل کتابخانه های دانشگاه هاست، کتابخانه های مراکز دیگه علمی ما و شماست، در اوج اهدا کنن از طرف خود که نسل جوان امروزی خبر شود از تاریخ 50 سال گذشته. حالا ما شما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم بسیاری مسائل است که کلاً اشتباه است. بله. در مورد نه تنها در مورد نهضت اسلامی مجاهدین، حتی در مورد خود کمونیست‌ها اشتباه نوشته می‌کنند. باید این مسائل در صورت روشنه انداخته میشه که یک مرجع باشه که مردم همین نسل فیلی کسایی که علاقه داره به او مراجعه کنه که او به نظر من همین کتاب است. فعلا خدای چیزی وجود نداره. امیدوار هستم که در یک قسمت برادرها توجه کنم. من از همه برادرهایی که در این نهضت بودن از وارثین شهدا تقاضای مهمیز، خواهش مهمیز که در قسمت تکثیر ازی، در قسمت توزیع ازی کتابا اونا یک توجه خاص بکنن، و کسایی که دانشمند هستن اونا زیادتر تحقیق بکنن،
کوش کنن اینا رو نقد کنن، انتقاد کنن، چیزای دیگه رو بیفزاین، چیزایی که شاید من از خاطر من رفته باشه و من او را مانده باشم تذکر نداده باشم. ما این تقاضا رو دارم. خیلی تشکر جناب استاد. دوستای عزیز، برنامه خاطره ها و تاریخ معاصر نهضت اسلامی بود و استاد خداوند در عمرشان برکت بکنن، زحمت زیادی کشیدن، حال قسمی که استاد فرمودن کار جوانا و نسل جدید است که از این کتاب ها استفاده بکنن، چاپ بکنن، تکثیر بکنن و قضیه مهمتر از همه ترجمه کتاب هاست که به زبان های مختلف از جمله زبان پشتو ترجمه و چاپ و تکثیر شوه. انشاءالله در برنامه های آینده ما صحبت های در قسمت آغاز نهضت اسلامی و مسائل دیگی که موجود هست با استاد خواهیم داشت. مطلب دیگر هم من اضافه کنم که او را اول میخواستم فراموش کردم. متاسفانه به این بگیم که از وطن خود دور بودیم، خوشبختانه به این بگیم که در جهاد بودیم. من مدت زیادی را در ایران بودیم در دوران جهاد. در کتاب های من بعضی کلمات هست که از فارسی ایرانی است. برای بعضی هایی چیز هایی تو یک تلقین نشوه، یک سوی تفاهم نشوه که تحت تأثیر چیز قرار گرفته. به نظر من زبان دری یا زبان فارسی یک قلمرو وسیعی را احاطه میکنه، شامل افغانستان است، حتی شامل پاکستان است، شامل هند است. اولین کتاب های فارسی که چاپ شده در هند چاپ شده، اگر شما در کلکته فکر کنم و در بمبئی و اینا. و این کلمات هم منوط به چیز نیست، اگرچه بعض برادر ها کوشش کردن که دیتر جلوه بدن که نمی کلمه سوچه افغانی است و بعض از کشور همسایه ما برادرای ایرانی ما هم کوشش کردن که نه، این کلمه حتما کلمه ایرانی است. به طور مثال من برای شما مثال میدم، مثلا ما شما سرهنگ اگه اینجا برای کس بگیم سرهنگ معادل میشه بر دگروال یا چیز سابق لوامش میگفتن. ای تو مردم فکر میگنه که یک کلمه ایرانی است، در حالی که یک کلمه اصل دریست، اصل فارسی دریست. بخاطر از اینکه شما اگر زمان تاریخ غزنوی ها رو مطالعه کنید، امیر رتبای عسکری فعلی که در ایران معمول است با نام سپهدار و سپهسالار و نمیدانم سرهنگ و سرگرد اینا، یا از امو چیز گرفتن، یعنی این کلمه از اینجا بود طرف رفته، نه یکی از این طرف در این طرف آمده باشه. تشکر. به خاطر بعضی کلمات ذکر شده و این کلمات مشترک هست، به اوجم بوده در این جمع است، زبان مشترک هست، چیز خاص نبوده در این مورد. خیلی تشکر. من متاسف هستم که من دیگه زبان مادری من پشتو نبود، اگرچه پشتو را الحمدلله من میتونم هم تکلم کنم هم نوشته کنم، دیگه وقت و خطر نبوده که به زبان پشتو نوشته میکنم. انشاءالله خدا مهربان است. تا برنامه آینده که باز هم انشاءالله در خدمت شما میباشیم. همه شما را به الله یکتا و بی همتا میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.